همون تجهیزاتی که از افغانستان میبرد به پاکستان مفت میداد، افغانستان به قیمت ارزان سرش سودا نمیکرد. همین تانگای کلان کلانی از $1,000,000 یک دانش در افغانستان سر نظام سابق قیمت کرده بود. اینا که برای جواب داد کلش در پاکستان داد. ما یک جای به نام علی مجید است از پشاور تیر میشی، همینجا ما یکان 30 دان از این تانگاره دیدم پیش از فتحات برتن میگم. همین تجهیزات امریکایی در جان از دونا بود، مگر مردم افغانستان در فکر بود که طالبا جاسوس پاکستان است. قدرت ذهنی سیاسر نسبت به مرد بسیار ضعیف است. سیاسرها زود فریب میخورن. یعنی مجلس ما به خاطر از این جور کردیم که توطئه های مختلف و توطئه هایی که از طرف غرب و حالا این نظام میشه از مردم ما و شما در داخل افغانستان استفاده بسیار بزرگ میشه، خصوصا از سیاسرها. جز که مردم افغانستان و خود نظامدارا طرفدارش از یک کل دنیا مخالف ماست. همه قدر بدبختی که در افغانستان در تای 40 سال تیر شده دلیلش اینمی بود که ما علمای ما زیر پای بود. همون تجهیزاتی که از افغانستان می برد با پاکستان مفت می داد، افغانستان به قیمت ارزان سرش سودا نمی کرد. همین تانگای کلان کلانی از $1,000,000 یک دانش در افغانستان سر نظام سابق قیمت کرده بود. اینا که برای جواب داد کلش در پاکستان داد. ما یک جای به نام علی مجید است از پشاور تیر میشی، همینجا ما یکان 30 دان از این تانگاره دیدم پیش از فتحات برتن میگم. همین تجهیزات امریکایی در جان از دونا بود، مگر مردم افغانستان در فکر بود که طالبا جاسوس پاکستان است. ما که چه رقم در پاکستان زندگی میکردیم، چه رقم درس میخواندیم، مسئولین ما، کلانای ما، چه رقم در افغانستان سر ما سختی بود، در پاکستان هم بود. شاید از این سنه ما و شما بودیم که چندین مظاهره از طرف سیاسرها شده بود به خاطر که قدرت ذهنی سیاسر نسبت به مرد بسیار ضعیف است. سیاسرها زود فریب میخورن. حالا برای کفار دیگه دروازه یا دیگر رای در افغانستان نمانده که این نظام تخریب بسازه. این برای ما و شما بهتر معلوم است که نظام ما و شما جز که مردم افغانستان و خود نظامدارا طرفدارش از یک کل دنیا مخالف ماست، چرا که مخالف اسلام خامخا کفار می باشه و مردم افغانستانی که مخالفت به این نظام میکنه یا مشکوکیت به ذهنش است در طی 20 سالی که کدام ذهنیت بر از اینا جور شده، کدام فکر بر از اینا جور شده برخلاف این نظام، برخلاف اسلام. سر از این کار کردن این کار آسان نیست و کار هر کس هم نیست. یک چیز بر شما اطمینان بتم که این نظام نظام علما است. الحمدلله همه قدر بدبختی که در افغانستان در تای 40 سال تیر شده دلیلش اینمی بود که ما علمای ما زیر پای بود، علمای ما حقیر بود، به مدارس ما کسی ارزش قائل نبود. اگر کسی ریش میمان بسیار زد توهین میشد. اینمی کار کفار در افغانستان کرده بود که ذهنت مردم در مخالف نظام اسلامی تغییر داده بود و حالا هم توتیه و رقم رقم کارهای در افغانستان روان میکنن از مختلف شبکه ها. شاید نفوسی های زیادم به چهره طالب اینا داشته باشن در ارگان های مختلف، اما کسی که باعث اذیت و آزار مردم میشه بر اصول طالب و کسی که در مدرسه وقت تیر کرده باشه، کسی که در این نظام قربانی داده باشه، کسی که سختی ها را تیر کرده باشه، اونا مخالف اصول نظام هیچ وقت کار را میکنن. ای خوبه کلگی هاشکار است که ما و شما در دنیا دوست نداریم. هیچ کسی طرفداری از نظام امارت اسلامی نکرده که به ما کسی کمک کرده باشه و سم الحمدلله ما ای تو مسئولین غیرتی داشتیم، پرهمت مسئولین داشتیم که برای هیچ کسی دست دراز نکرده که برای ما کمک بکنیم. با قیمت خون و جان خود، با قیمت خون و جان و فامیلای خود یعنی نظام کامیاب شده در افغانستان نافذ شده که در طی 2.5 سال ما و شما کامیابی از این نظام دیدیم که در طی 40 سال در افغانستان کسی که خدمت نکرده بود.
این حقیقت برای کل افغانستان واضح و آشکار است. و حالیم این مجلس ما به خاطر از این جور کردیم که توطئه‌های مختلف و توطئه‌هایی که از طرف غرب و حالا این نظام میشه از مردم ما و شما در داخل افغانستان استفاده بسیار بزرگ میشه، خصوصا از سیاسرا. اونا سیاسرا را بهش میکنن، اونا کوشش میکنن که یک تیم بسازن و تیمای مختلف دارن از طرف امارات اسلامی. الحمدلله اکثرتش زیر تعقیب است و تعقیب شدن و گرفتار شدن و بازم الحمدلله مسئولین امارات در تعقیب کارها هست که همچو مخالفت در افغانستان و از نظام دور بسازن و ذهن مردم پاک بسازن. در حقیقت این نظام مردم آگاه بسازن. خداوند برای ما شما هم ذهن داده، خداوند برای ما شما بهترین چیزی را داده که لا اله الا الله محمد رسول الله است. ما به او ایمان آوردیم و بر روی کلمه ما مونیشته است. ما خود ما باید خدا مطابق اصول این کلمه بسازیم. این نظام مربوط یک قوم نمیشه، مربوط یک کشور نمیشه. این نظام اسلامی است، نظام رسول الله است. نفوذ عزیز به کل دنیا هست. خو امروزی که در افغانستان در مقابل 45 کشور این نظام کامیاب شد در افغانستان، امروز افغانستان مرکز اسلام است الحمدلله، که همه کشورها مسلمانای همه کشورها چشم امید بر افغانستان داره. اونا ایت فکر نمیکنه که در داخل افغانستان اکثریت که مختلف نظر فکر داشته باشه. هر کسی که از افغانستان است و به چشم طالب میبینه و هر کسی که از افغانستان است به چشم کسی میبینن که دفاع از نظام اسلامی میکنن، کسی میبینن که قربانی به خاطر نظام اسلام میده. این مسئولیت علمای ما و شما هست که حقیقت و راستی قرآن به مردم برسانه. یقینا از این هیچ خوف و ترس نداشته باشه، چی علمای اهل تسنس یا چی علمای اهل تشیوس، مربوطه اهل شیعنشین مربوطه علمای اهل تشیع میشه. ما چندین دفعه جلسه دمی کمیسیون گرفتیم علما را داشتی بر چی و سایه غرب، علمای اهل تشیع را خواستیم برشانی چیز را گفتیم. قبل هم یک دفعه مجلس اینجا گرفته شده بود با مشوره ریاست امر بالمعروف و وزارت امر بالمعروف امی کار شده بود و حالا امی کوشش ما میکنیم که انشالله هیچ کسی مزاحم کسی نمیشه. خو هر کسی که از دین خود دفاع میکنه او باید به این فکر باشه که کفار دشمن ما هست و پشت ما را میگیره. دفاع کردن از دین و دفاع کردن از این نظام اسلامی انسان به دشمن نمی باشه. اینمی اصول اسلام و کفر در کفر ما میترست. ما دشمن یهود هستیم، یهود دشمن ماست. ما مخالف اصول یهود هستیم، یهود مخالف اصول ماست. اونا کوشش میکنه که نظام اسلام تخریب بگردانه، ما کوشش میکنیم نظام باطل اونا رو تخریب بگردانه. و چی که حقیقت از این نمایان است. تقاضا و خواهش ما اعظم علمای اهل تشیع در غرب کابل ورد دیگه سایا انشاءالله می است، ما بر شما جرات میتم. نظام نظام اسلام است، هیچ کسی در مقابلتان استاد نمیشه که نیت و مقصد شما به خاطر اصلاحات باشه، به خاطر دفاع از این نظام رسول الله باشه. شما نه تنخواه رسایی کنین، نه وظیفه رسمی رسایی کنین، خدمت دین الله کس به تنخواه نیست. ما که پیش از فتوحات مجاهدین یک شام تنخواه نداشت، هیچ کسی وظیفه رسمی نداشت. ما کوشش بکنیم که به حضور الله خود رسمی بسازیم. اگر از طرف الله تایید شدیم انشاءالله باز هیچ وقت ناکامی نداریم. دفاع از دین اسلام وظیفه هر کسی است، بالای کل ما و شما، بالای کل مسلمان ها فرض و واجب است. دایی باید فکر بکنیم انشاءالله خدا جرات بتیم به دفاع از نظام خود. هر عالم ما که در مناطق خود در مسجد جامی دارن که جمعه خانی میشه یا مسجدهای
صغیره دارن، هر کسی که به اندازه قدرت خود یعنی می تبلیغ بکنن که سیاسرای ما باید به ایجاب نگردن. کدام رقم اصولی را که کفار و غرب می خواهد در افغانستان ما به مقابل اوز استاد چهیم. خشونت مسالانه که دشان نکنیم، بعد برشان نگویم شما سعی کنین پالیسی یونما و صلیب سرخه. قوی ترین بنیاد در یهودیت صلیب سرخ است. اگر صلیب سرخ در دنیا ختم باشه، شبکه یهود ختم است. اونا چقدر قوی پالیسی داره که در قلب های مسلمان ها کار میکنه. یک طرف ما شما را به جنگ میندازه، دیگه طرف زخمی ما را میبره به شفاخانه تداوی میکنه، پس میاره. ما در پشاور یک شفاخانه بود به نام صلیب سرخ، از میرامشاه اکثریت مجاهدین هم میارد، طالبای پاکستانی بود. چندین سال پیش برتون قصه میگم، در اون شفاخانه ما هم زخمی میبردیم. ما متوجه به این میشدیم که اینقدر زحمت سر یک طالب میکشید که یک پایش قطع نشه، که او پاس استوار باشه. برای او خرچام میداد، او را دیگه امایان میکرد در اون شفاخانه. سیات و سالم پاس میبرد، دم از اون موقعیتی که برداشته بود دم موقعیتش پاس اعلام میکرد یا تسلیم فامیلیش میکرد. خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. اخلاصی کاملشان باشد به مهر و شفقت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت. در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم، در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم. روزی شوی تو آباد آزاده میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است، خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است. صاحب خود لیاقت این خاک نموده پیدا، چشمی حقیقتی خود کن باز ببین هویدا، صاحب خود لیاقت این خاک نموده پیدا، چشمی حقیقتی خود
کن باز ببین هویدا، روزی شوی تو آباد آزادم ای هنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش ببسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون.